کلمه هر رو من توی خط شما دیدم اینجوری می‌نویسید و یک کمای اینجوری می‌گذارید خب دقت کنید خانم جعفری من در مورد این نوشتن شما دو تا نکته مهم میگم اگه این دو تا رو رعایت کنید وقتی هر می‌نویسید بسیار زیبا میشه این حرکت که ما زیر ه میذاریم که توی خوندن ه اشتباه نشه به این حالت داره میره شما وقتی اینو حالت ایستاده میذارید این خیلی جالب نیست چرا کلمه ای که ما مینویسیم خب یه اینطور چرخشی داره خب اینم باید با اون چرخش هماهنگ بشه دیگه برعکس اون باشه یعنی مثلا اینجا داره میچرخه خب اینم باید با این بچرخه اینا باید با هم هماهنگ باشن تا این ریتم خیلی زیبایی درست بشه پس ایستاده ننویسید نکته بعدی این که شما اینقدر از این کلمه رو اینقدر از این کلمه رو توی کارتون نمیارید این زخامت باید باشه اینجوری نباید باشه باید به اندازه یه سوم نقطه زخامت ما اینجا ببینیم بعد از توی این کلمه ببر رو می نویسیم. خوب دقت کنید من اول یه سوم نقطه میگذارم این نقطه هست بعد از توی خود این میسم ببر حالا اینجا نگاه کنید اینم به این سمت میره همینطور که این داره به این سمت میره اینم به این سمت میره ولی ایستاده که میذارید خیلی جالب نیست این کلمه رو زیاد تمرین کنید، من این ویدیو رو کوتاه گرفتم که خیلی راحت بتونید چند مرتبه نگاه